AMD خیلی پرقدرت برگشته تا دوباره تخت پادشاهی سریع ترین پردازنده جهان رو به اسم خودش بزنه. رایزن 9 9950X معرفی شد، سریع ترین پردازنده جهان، 16 هسته، 32 ترد، 80 مگابایت حافظه L2 و L3 داره، تا 5.7 گیگاهرتز سرعت کلاکش هستش و یه قول بیشاخودم معرفی شده، 170 وات هم توان مصرفیشه. با من همراه باشید، امروز قرار خلاصه مراسم AMD توی کامپیوتکس 2024 رو بهتون بگم و بگم چه چیزایی معرفی شد. سلام، من اردشیر کاویانی هم جکان چاره کامپیوتره و قراره بریم امروز در رابطه با مراسم کامپیوتکس 2024 که AMD اومد به اسم Zen 5 برگزار کرد و اومد تکنولوژی های جدیدش رو معرفی کرد با هم صحبت کنیم. 4-5 تا موردش رو من میگم، مهمتریناشون چیزایی که به درد ما میخوره، ولی خب مراسم یه ذره طولانی تر از این حرفا بود. اول از همه میخوام برم سراغ مزیت اصلی AMD نسبت به اینتل. AMD یه دونه سوکت میده و تا سالها رو همون سوکت CPU میده. واقعا این کارش قابل تحسینه. من پردازندم نسل 3، الان نسل 5 دوباره برای من CPU داده بیرون. این پردازنده، این سوکت مال سال 2016، از 2016 تا حالا همین الان همچنان داره واسش CPU میده. واقعا این کارش خوبه. اینتل 2 سال یه بار یا 3 سال یه بار داره سوکت پردازنده رو عوض میکنه، ولی AMD یه AM4 سال 2016 داده بیرون، هنوز داره واسش CPU میده. بابا دمت گرم، واقعا بانو لیساسو دمش گرم با این کارش. خب پس این میشه نکته اول مهم. دو تا سوکت داریم ما برای AMD، AM4 و AM5. همچنان داره برای AM4 CPU میده که معرفی میکنم، ولی CPU که الان داده برای AM5 طراحی شده. سوکت های جدیدتر هستن که اومدن و الان یه خبر جدید دیگه هم اعلام کرد، گفتش که برای AM4 قرار بوده تا 2025 CPU بده، 2 سال دیگه تمدید کرد، گفت تا 2027 CPU میدم واسش. برای AM3 هم که برای AM5 هم که گفت حالا CPU خواهم داد، ولی یه شک و شبهه‌ای هستش که شاید بخواد AM6 رو بده بیرون، که حالا اگه بیاد در موردش صحبت میکنیم. فعلا در حد شک و شبهه هست، به خاطر نموداری هم که داد این حرف یه ذره پیش اومده، من تو چند تا از پیجا دیدم که در موردش صحبت کردن. پس این تغییر اول مهمی که گفتش که آقا همچنان سوکت پردازنده AM4 پشتیبانی میشود، AM5 هم اضافه میشه و از الان پشتیبانی خواهد داشت. این میشه مورد اول. حالا بریم سراغ پردازنده خفن AMD که معرفی شد. خب بریم سراغ پردازنده دسکتاپ. AMD 4 تا پردازنده برای سوکت AM5 و 2 تا پردازنده برای سوکت AM4 معرفی کرد. 4 تا پردازنده که برای AM5 هن 9950X، 9920X، 9720X که رایزن 7ه و 9520X که رایزن 5ه. خبری از رایزن 3 نیست، با توجه به اینکه X تهشونه و جز پردازنده‌های پرمصرف و خفنش هستن، طبیعیه که برای 3 نده، برای 5 میده حد اکثر. و AMD میگه که فعلا همه مقایسه ها رو بر اساس 9950 که خفن ترینه اومده با 14900X انجام داده. مقایسه ها متغیره، از 10% توی بعضی از بازی ها و برنامه ها، حتی 4% توی بعضی از بازی ها بهبود نسبت به 14900K، تا 56% بهبود توی بلندر داشته. پس نمودار رو دارید میبینید، خیلی متغیره، ولی خودش میگه آقا میانگین 16% بهتر از 14900K داره کار میکنه، که الان احتمالاً 15900K بیاد دوباره یه ذره از این بهتره. این جنگ همچنان ادامه داره. ولی بریم سراغ مشخصات پردازنده ها. رایزن 9 9950X 16 هسته داره، 32 تا ترد، تا 5.7 گیگاهرتز بوست میشه، 80 مگ کش داره و 170 وات توان مصرفیشه، که خب این توان مصرفی بالا خنک کردنش رو سخت میکنه، به اضافه اینکه پاور گرونتری باید بگیرید، ولی داری سی پی یو رایزن 9 میگیری دیگه، مجبوری، کاری نمیشه کرد. بعدی رایزن 9 9900X که 12 هسته 24 ترد، حداکثر بوستش 5.6، 76 مگ کش داره و 120 وات 50 وات توان مصرفی کمتر داره. رایزن 7 8 هسته داره، 16 ترد، 5.5 گیگاهرتز مکس بوستشه، 40 مگ کش داره و 65 وات اینجا دیگه توان مصرفی به شدت اومد پایین، که خب خیلی بهتره. و رایزن 5 هم 9620X هستش، 6 هسته، 12 ترد، 5.4 گیگاهرتز مکس بوستشه، 38 مگ کش و 65 وات هم توان مصرفی. فکر کنم اول کاری که داشتم معرفی میکردم به جای 9620 گفتم 95، اگه گفتمش ببخشید، 9620X هستش. این میشه پردازنده‌ای که برای سوکت AM5 عرضه شد. و
ولی برای AM4 چی؟ برای AM4 دو تا پردازنده رایزن 9 5900 XT که 16 هسته 32 تا ترد داره، 4.8 گیگاهرتز مکس بوستشه، 72 مگ کش و 105 وات توان مصرفیشه معرفی شد و یه دونه رایزن 7 5800 XT. آخه چرا اسم گذارید توی رایزن 5 و رایزن 7 اینجوریه؟ یهو یه دونه بالاتر میذاری؟ خب درست بذار اسماتو دیگه. 8 هسته داره، 16 ترد، 4.8 گیگاهرتز مکس بوستشه، 36 مگ کش و 105 وات توان مصرفی. خوشبختانه روی این رایزن 7 یه دونه کولینگ اورجینالش هم وجود داره که کولینگ RGB هم داره. شما نیازی به تهیه کولینگ جداگونه ندارید. با اینکه سری X رو سری X ها نمیذاشت ولی روی این گذاشته، چون میکشه و کاملا جواب کارو میده روی این گذاشته. پس این یه دونه خرید خیلی به صرفه میتونه باشه. شما فقط سی پی یو میگیری، کولینگ اورجینال هم رو خودش هست، هیچ چیز دیگه‌ای هم نیاز نداری، کارت هم میتونی بگذرونی. ولی اگه خواستی اوور کنی قضیه فرق میکنه، اون وقت باید بری سراغ کولینگ بهتر. این میشه پردازنده های دسکتاپی که معرفی شد و نمودار مقایسه هم که بهتون نشون دادم. دست بعدی پردازنده های لپتاپی بود. AMD شاخشونه کشید برای کوالکام و گفتش که آقا تو اومدی خودتو با اپل مقایسه کردی که 37 تاپس قدرت پردازشی میداد NPUش بود، بعد تو گفتی من 45 تاپس دارم، من 50 تاپس دارم. نمیدونم شهر خلوت شده، همه افتیر کش شده، همینجوری میگن، اصلا خبری نیست، نمیدونم واقعا چجوریه. ولی خب نمیتونه الکی هم بگی که همین الان این پردازنده رو روی بعضی از لپتاپا گذاشته. حتی دست یه سری از یوتیوبرها هم رسیده. سوپر سافت دیروز بررسی ساخت واسش برای ایسوس زنبوک 16S که همین پردازنده روش بود، بررسی ساخت. عجب لپتاپی هم بود، لاواساب خدا کنه بیاد بررسیش کنیم ببینیم چقدر خفنه. ولی نکته اینه که بهشون گفته بودن که فعلا این CPU بیس هنوز نهایی نشده و حق بنچمارک گرفتن و بنچمارک نشون دادن ندارید. اینم بود که حالا قطعا درست میشه و میاد بیرون. ولی فعلا AMD گفته من 50 تاپس روی CPU ها میتونم قدرت پردازشی بدم. بریم ببینیم چه CPU هایی داره. اول از همه بگم AMD اومد ته اسم رایزنش یه AI گذاشته بود دیگه. الان هم داره رو همون تاکید میکنه، میگه آقا این AI مشخص کننده اینه که من NPU دارم. پردازنده لپتاپ هم اینجوریه. همه چیپلاتاش هم آورد نشون داد توی مراسم کاملا. ببینیم چه چیزایی داره. رایزن AI 9HX 370 12 تا کور داره، 24 تا ترد، 5.1 گیگاهرتز مکس بوستشه، 36 مگ کش داره، 50 تاپس NPU شه و گرافیک داخلی 890 M هم رو خودش داره که خب این خیلی مزیته. بعدی رایزن 9 365 این یکی دیگه HX رو نداره با خودش، 10 تا کور داره، 20 تا ترد، 5 گیگاهرتز مکس بوستشه، 34 مگ کش، 50 و بقیه موارد هم مثل همون. رایزن کارت گرافیکش رادئون 880 M هستش. این تفاوت رو داره. AMD میگه که این NPU جدید رو به واسطه معماری XDNA 2 طراحی کرده که نسبت به نسل قبل خودش 5 برابر سریعتر شده و تکنولوژی IGPU هم که توش داره از RDNA 3 پشتیبانی میکنه که 16 واحد محاسباتی قدرت پردازش داره. دقت کنیم این پردازنده های لپتاپ برای قابلیت کوپایلت پی سی طراحی شدن، ولی نکته مهم اینه که انگار کوپایلت پی سی هنوز برای تکنولوژی X86 و X64 بهینه نشده. این هم یه چیز عجیب از مایکروسافت که اومده تا حالا تو این همه با X86 فروختی، حالا اومدی آرم بیس اولین بار سی پی یو دادی، اومدی فقط رو آرم اینو بهینه کردی. البته دیدیم همین الان هم چند تا ویدیو اومده بیرون که یه سری از هکرها تونستن حتی قابلیت ریکال رو روی X86 پیادهش بکنن، چون تو دل ویندوز وجود داره، رفتن فعالش کردن، با یه کاری تونستن جایگزین کنن، فعال کنن و مایکروسافت هم احتمالاً خیلی زود این رو درست میکنه. ولی فعلا حتی توی کنفرانس اینتل انگار اعلام شده که آقا اولان که پردازنده بیاد بیرون هنوز با کوپایلت پلاس پی سی سازگار نیست و به زودی سازگار میشه. اینم از حقایق جذاب مایکروسافت. یه قابلیت رو معرفی میکنه، خدا یه جوری معرفی میکنه، میزنه توش میره، بعدم میاد اینجوری گرم میزنه توش. بگذاریم در مورد AMD داشتیم صحبت میکنیم. پس این پردازنده ها برای لپتاپ ها معرفی شدن و بیام بیرون ببینیم که چند مرده الله جان. خب در کنار اینا AMD دو تا چیپست هم معرفی کرد. شما اگر در پردازنده جدید AMD رو بخرید میتونید روی مادربردهای قدیمیتون هم استفاده کنید، همونجوری که گفتم هیچ مشکلی هم نره. ولی اگه داری کیس جدید میخری احتمالاً میخوای مادربرد جدیدم بگیری. دو تا چیپست معرفی کرد که سازنده های مادربرد میتونن باهاش بیان
مادربردشون رو بسازن، X870E و X870 رو معرفی کرد. چند تا قابلیت مهم دارن، یکی این که USB ورژن 4 ساپورت میکنن دیگه استاندارد، آپشنال نیست مثل قبلی ها. PCIe 5 رو هم برای کارت گرافیک و هم برای حافظه های M2 ساپورت میکنن و توی قسمت رمشون هم از یه قابلیتی به اسم AMD Expo پشتیبانی میکنن. AMD Expo هم مخفف Extended Profile for Overclocking هستش، پس اگر بخواید که از رم اوورکلاک شده استفاده بکنید خیلی بهتر میتونه مدیریتش بکنه. شبیه هم پروفایل هایی که توی اینتل داریم به اسم XMP هستش، اینجا هم داره این یک تکنولوژی جدید نوشته که این مادربرد ها هم دیگه ساپورتش میکنن. حالا مشخصات دقیق‌تر طبق این عکسیه که میبینید. X870E برای گرافیک یه دونه 16 ساپورت میکنه یا دو تا 8 و روی PCIe 5 و برای SSD هم یه دونه PCIe 5 ساپورت میکنه روی 4X و برای حافظه هم یه دونه PCIe 5 رو ساپورت میکنه. لین های قابل استفاده و کلی که برای PCIe وجود داره 44 تا لین براش وجود داره که 24 تاش برای PCIe 5 قابل استفاده است. گرافیکتون به همراه رمت به همراه حافظتون باید حداکثر 24 تا باشه اگه میخواید از PCIe 5 استفاده کنید، اگه نه 44 تا لین میتونید در اختیار داشته باشید. تعداد USB دو تا USB 5 گیگابیت پر سکند به شما میده، 12 تا USB 10 گیگابیت پر سکند به شما میده و 2 تا USB 20 گیگابیت پر سکند به شما میده. این هم از تعداد USB هاش. و تا 8 تا هم پورت ساتا میتونه پشتیبانی بکنه. دقت کنید اینا همیشه حد اکثر هستش و مادربرد سازها میان بر اساس بازار مادربردهای مختلف میدن، 3-4 تا سری مختلف میدن، مثلا ایسوس میاد تاف میده، آروجی میده، سری پرایم میده، اینجور چیزا میده، پس اینو حواستون باشه. این حد اکثرشه که میتونن بالا پایین کنن. X870 یه ذره از این پایین تره، همونجوری که دارید میبینید به جای مثلا 44 تا لین 36 تا لین داره، 24 تاش که ثابته، کارت گرافیکش همون میخوره، حافظش همون میخوره، یه دونه USB 5 گیگابیت بهتون میده، 6 تا دونه USB 10 گیگابیت بهتون میده و یه دونه هم USB 20 گیگابیت بهتون میده، پس این یه ذره پایین رده تره و حداکثر 4 تا دونه پورت ساتا میتونه پشتیبانی بکنه که میتونید تهیه بکنید. پس نمیشه از دو تا چیپستی که معرفی کرد. تو ادامه مراسم AMD دو تا محصول دیگه‌شون هم معرفی کرد که خیلی به درد ما نمیخوره، نه واسه همون کارایی داره نه پولمون میرسه بخوایم خریداری کنیم. اول از همه اومد CPU های سری اپیک خودش معرفی کرد، خفن ترین سی پی یو های AMD هستن که برای پردازش های ابری برای دیتا سنتر ها طراحی شدن. این پردازنده ها از 16 هسته توی پایین ترین رده تا توی بالاترین رده 192 هسته پردازشی دارن و یه قول بیشاخودمه که اصلا اینتل و سری زئون های اینتل رو له میکنه، میریزه کنار و همون نسل قبلیش رو هنوز اینتل نتونسته جوابی بهشون بده دیگه. این ببین چه خبره. ببین AMD واقعا سال هاست که خیلی خفن تر از اینتل داره کار میکنه ولی تو بازار ایران هیچ کی قبول نداره، برکی هم میگه نه او AMD میسوزه به درد نمیخوره. اوکی قبول، من فقط یه نمودار ساده بهتون میدم. این دوتا عدد رو ببینید، این اولی مارکت کپ یا کل بازار سهام اینتله، این قیمت کل کارخونه اینتل با هم دیگه است، این یکی مارکت کپ AMDه. خودتون ببینید AMD بزرگتره یا اینتل. حالا باز تو ایران بشینیم بگیم که نه AMD به درد نمیخوره، سی پی یوهاش میسوزه، آره میدونیم دیگه چقدر بگیم، ما دیگه مو در آورد واقعا زبونمون از بس گفتیم. این محصول اولی بود که معرفی شد، کاری بهش نداریم. در ادامه هم دو تا پردازنده گرافیکی و دو تا کارت گرافیکی جدید هم معرفی کرد که اینا هم رقیبای انویدیا هستن، برای مصرف خانگی هم نیستن، برای قابلیت پرو هستن و اونم برای دیتا سنتر ها معرفی شد. من چیزی از گرافیک های معمولی که بخواد برای گیمینگ معرفی کنه ندیدم، این چیزی که معرفی شد برای دیتا سنتر هاست که خیلی کاری بهشون نداریم. لینک کامل کینوت رو براتون میذارم، اگه خواستید خودتون میتونید ببینید، اطلاعات بیشتر به دست بیارید. اطلاعات متنی هم اگه خواستید هم دیجیاتو هم زومیت، دو تا رسانه ما که به درد بخور هستن، دمشون هم گرم، اونم پوشش دادم مراسم، میتونید از اونجا هم ببینید. من خودم یه سری چیزا رو از اونجا چک کردم. همین، دم شما گرم، امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. چشم انتظار میمونیم ببینیم اینتل چی معرفی کرده. اینتل دیشب یه همایش داشت و یه سری چیزا رو گفت، من منتظرم کامل بشه
اطلاعاتش بیاد بیرون. خودم هنوز ندیدم مراسمو، ببینم. سعی میکنم برای اینتل هم یه ویدیو جداگونه بسازم، انویدیا هم سعی میکنم واسه مراسم اگر دیدم چیزی به درد بخور بود تونستم جمع کنم براش مراسم بسازم، براش ویدیو بسازم. ولی فعلا AMD رو دریابیم که اومده هم برای اینتل شاخشونه کشیده هم برای کوالکام. مرسی، فعلا خدا نگهدار.